اینجا حوالی شهر آخنه و من منتظرم که یه جانبازی که 20 ساله که اینجا داره زندگی میکنه برسه. باهاش اینجا قرار دارم و هنوز ایشون موافقت نکرده که با من مصاحبه کنه. امیدوارم که موافق بشه و جای خیلی قشنگم هست اینجا. اینور جاده است و آره قراره که بیاد اینجا با هم صحبت کنیم و امیدوارم که خیلی جانبازای دیگه هم بودن تو تهران باشن صحبت کنم ولی هیچ کدوم موافقت نکردم. دوربینم فعلا میذارم اینجا باشه. حالا زنده؟ بله حال شما خوبه. حالا خوب هستیم. دور هستیم. متشکرم. من شهرداری هستم. شهرداری حال شما خوبه. متشکرم. سلامت باشین. زنده باشین. خوشحال شدیم از دیدار ارزاد عالی. زنده باشین. خیلی ممنون. من یکم تاخیر کردم. خواهش می‌کنم نواب خواهش می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه نمی‌تونم خوب صحبت بکنم به خاطر اینکه من سرطان دارم عمل کردم. درست. صدام حنجره‌ام باز نیست. عذرخواهی می‌کنم. خواهش می‌کنم. شما خوب هستی؟ متشکر، سلامت باشی. نه خیلی نیست، حاضر هستم. فهمیدم کار نمی‌کنه. الان چی داشتم خاموشش کنم؟ اسمم ترسی از هیچ مقامی قوهی نداریم. شما حرفاتون رو بدرستم. من بدون هیچ مشکلی تا اونجایی که لطمه به نظامم نخوره من حرف دارم. میتونم حرفایی هم دارید که لطمه بخوره به نظام؟ من اگر احساس بکنم موردی هست که خدای نکرده لطمه به نظامم میخوره حتما سکوت خواهم کرد. این کار که معلولیت آلمانه اینجا قید شده بالا، اینجا قیده شوهر به هنده تاسایز یعنی پاس معلولیت، کارت پاس معلولیت. اینجا اسم من مشخصه، دوزنده ایرانی، پایینش هم نوشته ابوالفضل، اعتبارش هم نوشته تا سال 2019 اعتبار داره ولی معمولا من 2019 به من میدن مادام العمر. این کارت شما ببینید به من دادن 100% معلولیت. اگه من کارت جانبازی ما داشته باشم آره تو همراه من کارت جانبازی من رو نگاه بکنی. این کارت جانبازی در ایران میزان معلولیت رو به من دادن 48%. ما من از جغرافیه به دو تا کشور همسایه هستیم، هم جوار ما هلند و بلژیک قرار داره و فاصله که ما الان باید برونش رو بگیره اون ماشینه که دارن میرن تو خاک هلند هن. ما که اینجا نشستیم تو خاک آلمان هستیم. بله اون مسیر رو باش سر ما اون ماشینه که دارن میرن اون رو همهش تو خاک هلند دارن رفتار میکنم. در اون زمان واقعا درود خدا، واقعا درود خدا بر بچه های سپاه باستان، بچه های بسیج ما، ارتش جمهوری اسلامی ایران، دلاور مردان وقتی که اونجا درگیری شد و کمال شلوغ کرد اینا رفتن، مخصوصا بچه های سپاه رفتن اونجا، خیلی هم شهید دادن اونجا گوشه به گوشه وجب به وجب اون خاک شهید بچه های سپاه بودن. بعد من کارمند وزارت بهداری بودم، اومدم رفتم به وزارت بهداری گفتم آقا من تهران نمیمونم، منو بفرستین برم کردستان، الان کردستان احتیاج به گروه پزشکی داره، منو منتقل کنیم اونجا.
جای یه علاقیه اینجا که اومدیم. اینجا تو ایران مثل کجاست میگن؟ درک و درمن. آره یه همچین جایی. شما اگر اینجا بنشینید من تصویر ببینم چجوری میشه. باشی من باید عوض کنم. ساعت 11 شب بود که یاری 11 تو گزارشی رو که برای من نوشتن 11 شب بود که من مورد حمله قرار میگیرم. 48 تا تیر به طرف من شلیک میکنن که از این 48 تا تیر 6 تاش به بدن من اصابت میکنه. من زمزه که تیر خوردم اینجای صورت من دهنه باز شد. من این دستم رو کردم داخل اینجا رو گرفتم اینجا رو بستم و دیگه نفهمیدم چی دست من این وقتی که تیر خورد تو صورتم اول زدن اینجا باز شد این پشت گوش من باز شد. از کجا رفت تو؟ از اینجا تیر رفت و از اینجا اومد بیرون. بعد دستم رو کردم داخل اینجا رو گرفتم فهمیدم که مجروح شدم. بعد دیگه چیزی نفهمیدم. این عکس خود بنده است. این عکس در زمان حکومت گذشته زمان دوران سربازی بنده است که من تیر نخورده بودم و هنوز صورتم سالم بود. این زمانی بود که جنگ شده بود. این زمان جنگ این من در همین منطقه تیر خوردم و کسی که من رو نجات داد این آقا بود، آقای ولی الله جعفری. ایشون من رو نجات داد که نمردم. من در اون زمان با جناب پروفسور سمی و یک پروفسوری که مغز و اعصاب بود در اتریش تماس گرفتم. ایشون برای ما نوشت که اگر من بیام اتریش من حالم خوب میشه، میتونن ایشون من عمل بکنم. یعنی خودتون پیگیری کردین؟ من شورای عالی پزشکی، ارتش، شورای عالی پزشکی، وزارت بهداری که در اون زمان وزیر بهداری آقای دکتر منافی بودن به منده ابلاغ کردن که شما به هیچ عنوان خوب نخواهید شد و باید در ایران بمونید. برای همون در اون زمان من هم جوان بودم، تجربه امروز نداشتم، یک کلت داشتم، کلتم رو زیر صندلی چرخ دارم گذاشتم، خودم هم روش نشستم، دو تا هم فشنگ گذاشتم داخلش. رفتم دفتر آقای دکتر منافی طبقه 8 یا 9 وزارت بهداری بود. رفتم اونجا. بعدش دفتردار ایشون به من گفتن که آقا مجلسن و نیست. من پذیرا شدم، اومدم بیرون، سوار آسانسور شدم، اومدم یه طبقه دو طبقه اومد پایین، یک سیدی وارد شد. ایشون من میشناخت، روحانی بود. ایشون منزل ما حسینیه ما سخنرانی کرد خود زیاد. منو بغل کرد، روسی کرد، فلان یوزه و بعد گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ من جریان رو گفتم. گفت هستش. آسانسور رو زد دو طبقه دیگه ما اومدیم بالاتر، نمیدونم چی. ایشون راه افتاد جلو و سید پشت سر شما هم با بیلچه رفتیم دیدم اتاق من دکتر منافی در رو با کرد و رفت اون رئیس دفترش بلند شد واسد و اینو گرفتم. ما هم رفتیم تو دیگه، رفتیم تو. کلت هم همینطور کلت زیر بام بود. بدون این که جناب آقای دکتر منافی بنده رو بشناسه و قبلا بنده رو دیده باشه به من گفت نگران نباش تو خوب میشی. من اصلا موندم. بعد گفتش که گفتم که ولی شورای عالی پزشکی به من گفته که نه. گفت ببینم نامه رو دادم بهش. بعد ایشون رو بالای نامه من نوشت شورای عالی پزشکی بسم الله تعالی. هنوز من نامه‌شو دارم. شورای عالی پزشکی نسبت به بهبود بیمار چه در داخل و چه در خارج از کشور اقدام فرمایید. اینجا بود که دیگه تصمیمتون عوض شد دیگه. اینجا بود که من اسلامت رو زیر پام در آوردم. گفتم آقای دکتر من رو حلال کنید. من فکر میکردم شورای عالی پزشکی که این تصمیم گرفته شما رئیسشی، این رئیس انصاف نداره، این رئیس وجدان نداره،
این الکی تصمیم گرفته. من میخواستم هم جرکت بکنم دو تا فشن گشتم، یکی برای شما یکی برای خودم. شما اگر نمی آمدید خارج از کشور امکان داشت شهید بشین؟ 100%. اصلا شکی ندارم. گفتم به شما ما تو تهران از این بیمارستان میخواستیم بریم توی بیمارستان، 100 تا تاکسی خالی از بغل ما رفت میشد، یکی ما رو سوار نمی کرد. از این ور خیابون میخواستیم بریم ور خیابون با بیلچه، کسی ترمز نمیزد، تو خط عابر پیاده هم رد میشدیم، کسی دیگر نمیداشت که بابا وجدان داشته باشین، من یک سربازم، من به خاطر شما رو این بیلچه نشستم، اجازه بدید اینجا خط عابر پیاده است، منم به عنوان یک شهروند از این خط عابر پیاده رد بشم. اینجا هلیکوپتر میاد میشینه. این بالا هلیکوپتره؟ آره مریض میاد اینجا. پروسدیش. الو. Wie geht es? Und jetzt? Ja, hat immer noch Schmerzen, ist nicht so gut. Und du bist auch krank? Doktor weiß Bescheid. Machen Sie die Akte fertig, ich gehe tot. Ja, kann ich nicht so einfach, das muss ich abgeklärt haben. John Bazan, wie dann denke ich? Ah, das ist زیاد بودن اینجا آخر آمدن. بله 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 تو تمام شهر رو رفتن جان باز. یه سید اولاد به پیغمبری از خادمین هستن، اومد من رو بغل کرد ماچ کرد، بعد گفت سید من خواب دیدم جدمو، که من گفته به دوزنده بگو میری بیمارستان و هیچ چیزی نیست، حالت خوبه و ایشالله میری خونه. ما به نیابته این سید اولاد پیغمبر که از خادمینه حسن انشالله که خبر خوش بشتاییم، ولی ما همیشه خودمونو تابع امر حق گرفتیم، هر چیزی خداوند متعال فرزانه تصمیم بگیره ما فقط بله میگیم و خدا را شکر میکنیم. هم زیر چمیه بیتر مندف محسون گراوز dem I sagen, bitte. Ja, I sagen. Nochmal. I. Nochmal. Du hast Mariz schon in der Lotfe. Sarmovo. خاطر اینکه خیلی شگولی میگردی لخت بیای بیرون بدگاه بشه زمستونه، تو هم مثل پسر منی. بهش میگم آقا ببوش، میگه نه من گرمه، میگم بعد سرما میخوره میگه تو مقصری، میگم ببوش من که تو گفتم. بابا جان من با ماشین خودم نیستم، با ماشین حسن آقا هم. بابا چند تا عمل کرده؟ بابا 20 خورده بالا 36 هفته. ازا تو دوست دختر نداری؟ نه. چرا؟ دخترها چی بابا؟ دخترها خوب همین نسیگه. دخترها پیله نمیشن به پسرها؟ یعنی چی؟ پیله شدن یعنی که گیر بدن، هی بخوان با یارو رفیق بشن. نه اون نتوان هست. شماره بدن؟ نه هست؟ نه اینجا شماره نیست. چی بارو؟ جا میشن؟ میتونی چه بری بارو تو؟ آره جا میشن؟ کسی نمالی درخت مال مردم هاچون تو درخته میگیره نرو بگیره دقیق بگیره بگیره دقیق چیه رو قربونت برم برو نه اینجا نه بگو بله الو همی یه روز الو یا فرمشکار ایش بین یه دفتر دویت میتاجه اوکی بگو من پاپا کامیت یا اوکی اوکی چوز یا چوز ایشون رضا تو تقلید میکنی توی احکامت؟ یعنی چی تقلید؟ تو مرجع تقلید داری؟ بله. کیه مرجع تقلیدت؟ امام خامنه ای؟ و داری چیزشون رو؟ فتوه؟ رساله شون که؟ بله. شما اون وقت فکر میکنید که ما جوانه ایم و همه دوست دختر داریم؟ آره ما فکر میکنیم که من تصورم اینه که اکثر کسایی که میرن مدرسه حالا تو دبیرستان، یعنی تو
همون که تو میگی مثلا 16 سالی من اکسان هم دیگه خب ارتباط دارن دیگه، هر کدوم یه دوست دختر دارن میشن بیشتر هم همین 16-17 میشن. خب توی ایران هم کسی که از خدا بترسه هیچ وقت نمیشه. همین دیگه، این تو ایران هم هست خب، ولی خب خیلی مخفی میکنن. نه ولی اینجا طبیعیه، اینجا نرماله، کسی بد نگاه نمیکنه. تو این کسی که ندارن یا این که از خدا میترسن این مؤمنن لای بیگه میگیم ما، این که واقعا زشتن و بهشون کسی نمیرسن. دوی مدرسه تا مسلمون هست؟ نه. چند تا؟ کل مدرسه؟ نه تو کلاستون مثلا کلاس واقعی یا نه اسمی؟ فرقش چیه؟ واقعی این کسی هستش که هم نماز روزه احکام اینجا حرفا میکنه، این کسی هست که نه چگار پدر مادرش مثلا از مراکش اومدن یعنی مسلمونه. یه اینجوری منظورتون یا نه؟ واقعی چند تا؟ واقعی یکی ها؟ یکی. اینجا قبرستون منپقنسه. منپقنس یکی از محله های مرکزی شهر پاریسه و شما وقتی نگاه میکنید به شهر پاریس از این قبرستون ها زیاده تو جاهای مختلفش. تو این قطعه هم یه سری از سربازا و فرمانده هاشون اینجا دفن کردن، کشته شده های جنگشون رو دفن کردن. و تو شهر پاریس احتمالاً آقایونی نبودن که بگن دفن این کشته ها اینجا باعث میشه که مردم حس یأس و ناامیدی بگیرن، مرده ها اونو نیاریم تو شهر. و تو شهری که هیچ اعتقادی به زیارت قبور وجود نداره میبینید که خیلی راحت این قبرستونا و این کشته شده های جنگاشون میان دفن میشن و توریست ها سر میزنن.